الو بفرمایید. بله خواهش می‌کنم. خیلی ممنون برای که تلفن منو پذیرفتید. خواهش می‌کنم. من یه سوال از شما دارم. من با یک آقای تقریبا 9 ماه پیش آشنا شدم و ایشون خیلی صادق و صمیمانه اومدن جلو و خیلی اینترستد بودند و خیلی از اولش میخواستن ازدواج کنن و بعدش هم حتی به من حلقه ازدواج دادن و برای نامزدی. چه مدت بعد از آشنایی حلقه داده؟ بعد از در حدود 5 ماه بعد از آشنایی. شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟ من 38 سالم هستش، ایشون 41 سالشون. هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟ ایشون ازدواج کردن، قبلا 2 تا هم بچه دارن. چند ساله؟ 9 ساله، 11 ساله. میفرمودید؟ بله. بعد ایشون حتی منو با خانوادش خیلی آشنا کردن و میگفتن که خیلی با خانوادشون صمیمی و نزدیک هستن و اون براشون مهم بود. در هر صورت ایشون خیلی مشتاق بودن اینا. یک دفعه یک مسئله برای ایشون پیش اومد و ایشون یه دفعه اصلا سادنلی خیلی کولد شدن و گفتن که چون این مسئله براشون پیش اومده نمیتونن که اون احساسی رو که قبلا داشتن ندارن، چون اون احساسی رو که برای خودشون داشتن نداره. چی بود اون ماجرا؟ مسئله مالی بودش که یه گرفتاری براشون پیش اومده بود و قرار بود که انگار که مشکل داشتن و دقیقا نمیدونم، ولی اینطور که گفتن برای من ایش وقت توضیح ندادن دقیقا دلیلش چیه که نمیخوان، چون من بهشون گفتم که شما که هنوز نرفتین کورت، نرفتین که ببینین موضوعتون چی میشه، برای چی میخوایی ریلیشنشیپ رو خراب بکنی، ولی ایشون گفتن نه نمیتونم. همیشه حرفشون این بود که اونطوری که خودشونو راجب خودشون زندگی میکردن و میخواستن یه زندگی به من برای مثلا زندگی مشترکشون درست بکنم، دیگه الان نمیتونم. و منم چون که خیلی ایشون سرد شده بودن اینا، بعد گفتم که خب شاید نمیخوان. یه مدتی خیلی بهشون زنگ زدم سعی کردم کمکشون کنم، ولی انگار که راضی نبودن، منم دیگه زنگ نزدم. و من خودم هم در این مدت قرار بود برم، یک ناراحتی داشتم که عمل بکنم و ایشون میدونست و حتی یک دفعه هم زنگ نزد که مثلا بگه خب مثلا حالت خوبه یا هرچی. بگذاریم، 1-2 ماهی گذشت و من اصلا با ایشون صحبت نکردم و تا اینکه یک دفعه خودشون 2 هفته پیش دوباره به من ایمیل کردن که کارشون درست شده و از این حرفا، و منم بهشون زنگ زدم گفتم خب من خوشحالم که کارت درست شده و اینا. بعد ایشون شروع کردن صحبت کردن که گفتم خب حالا دلیلش چی، یعنی چی شده بود و اینا. توضیح دادم و گفتن که دلیلش این بوده که نمیخواسته منو، چون که ما که هنوز ازدواج نکرده بودیم، نمیخواسته منو توی رابطه ای بیاره که بعدا من مجبور بشم که با ایشون بمونم، حالا به هر دلیلی که خودشون جاستیفای کردن. منم به ایشون گفتم که ایشون آدم خودخواهی هستن، به خاطری که فقط احساس خودشون رو در نظر میگیرن، هیچ وقت احساس دیگران در نظر نگرفتن که منم ناراحت شدم و حداقل میتونستم به من زنگ بزنن و بگن که کارشون درست شده، یا حتی به عنوان یه دوست میتونستم به من زنگ بزنن، احوال منو بپرسن و هیچ وقت این کارو نکردن. در صورت حالا ایشون دوباره خیلی اصرار دارن که بیان با مادر من صحبت بکنن و دوباره میخوان همه چیزو شروع بکنن، ولی مسئله اینه که من نه اینکه دوستشون ندارم، ولی مسئله اینه که نمیدونم میتونم بهشون اعتماد کنم یا نه.
من از کجا میدونم که پس فردا یه مسئله دیگه توی زندگی به وجود نیاد، من اولین کسی نباشم که از زندگی ایشون بریده نشه. بله نه، پرسشتون درست. بذار من ازتون دو تا سوال بکنم. سال اول این است که ایشون چند سال جدا شدن؟ اینطور که خودشون میگن 7 سال جدا شدن، ولی 5 ساله که طلاقشون پرسش دوم این است که مادر اون بچه ها یعنی همسر سابقشون ایرانی بودن یا امریکایی؟ نه مادرشون انگار مجارستانی بودن. آیا شما هیچ دلایلی برای که اینا جدا شدن رو دقیقا میدونید چی بوده که جدا شدن؟ دقیقا نه، ولی ایشون گفتن که مادر بچه ها بعد از اینکه بچه دار میشن، بچه اول و اینا، دیپرشن میگیرن شدید و بعد از بچه دوم هم انگار که حتی بیشتر میشه دیپرشنو و ایشونو میذارن و بچه ها برمیگردن یه شهر دیگه پلو پدرشون و بعدم انگار اونجا با کس دیگه دوست شده بودن و یعنی این چیزی که من میدونم. آیا بچه ها الان با ایشون هستن؟ نه بچه ها با مادرشون هستن ولی خب ایشونو میبینن. آخه چطور شد که مادر افسرده ایشون بچه ها رو داد دست اونو ببره؟ بله من نمیدونم. خب اینه دومین پرسش من اینه که شما وقتی میتونید به ایشون اطمینان کنید که ایشون از اول تا آخر ماجرا بگن؟ اون قسمت حق با شماست. یعنی روزی که یک کسی با یک کسی دوسته و بعدن فرض کنین مشکلات مالی یا حقوقی یا هرچی پیدا میکنه، شرط محبت و شرط انصاف و شرط خود دوستی و دیگر دوستی که بره بگه این زندگی منه، این خطراتی است که در زندگی منه، این مشکلاتی است که ممکنه فراهم بشه، من به خاطر این مسائل مالی ممکنه این گرفتاری ها رو داشته باشم یا هر چیز دیگه، حالا من همچنان تو رو میخوام، تو میخوای بمونی یا میخوای بری؟ یعنی ایشون باید به شما میگفت. بنابراین الانم تنها آزمایش و آزمونی که شما میتونید درباره اعتماد و اطمینان به ایشون تا حدودی خاطر آسوده کنین است که از اول تا آخر ماجرا رو مرحله به مرحله برای شما توضیح بدن و اونو برای شما به نوعی ثابت کنن، چون به نظر میرسه که اطلاعاتی که شما به من میدید اطلاعات شنیده هست، یعنی هیچ کدومش رو چک نکردید و میتونه اصلا درست نباشه. بنابراین ابتدا شما باید دقیقاً بدونید ایشون کجا بوده، کجا هست، حتی درباره ازدواج قبلی. یعنی بنده یه کسی که بگه من با یه کسی ازدواج کردم گرفتار افسردگی شد، یه بچه دیگه باز آوردم افسردگیش بدتر شد، بعد اون ول کرد و رفت، بعدم من بچه‌ها دادم به اون، خب من این ماجرا رو به این راحتی نمی‌بینم. یعنی باید بیش از این اطلاعات داشته باشم تا این تیکه داستان به نظرم درست بیاد. این گونه درست نیست. بنابراین میگن که دلیل این که میگن بچه ها پلوی مادرشون مونده چون بیزینس ایشون یا کار ایشون طوری بوده که ایشون همیشه مسافرت میکردن، بنابراین نمیتونستم که بچه ها رو نگه. ببینید فکر نه ببینید میفهمم یه همچی آدمی در ازدواجش با دقت بیشتری بکنه، بعد بچه دوم برای چی آورده و از اون گذشته من میتونم برخی از اوقات نوع بیزینسم رو یه تغییر و دگرگونی درش به وجود بیارم و یا شرایطی رو فراهم کنم. دو تا بچه رو اسیر یه مادر افسرده کردن و رها کردن که اونم خارجی در یه کشور خارجی تر، که کار درستی نیست. یعنی علت این که رو میپرسم هیچ کدوم از اینا معناش این نیست که ایشون کار بدی کردن، معناش این است که اطلاعات شما درست نیست. شما بر اساس اطلاعاتی که به من دادید، گرچه یه ذره بردید داستان نامزدی رو به 5 ماه، ولی شما با کسی آشنا میشید، نامزد میشید، 2 ماهی که ولش کردید دوباره ایشون برگشته. یعنی حوادث زندگی شما یه ذره همینجوری با سرعت چرخه. به علاوه شما 38 سالتونه و ازدواج نکردید، حالا یا دلایل خاصی داره یا ذره همین شک و نگرانی های شما هست، ولی جالب اینه که اتفاقا سراغ یه کسی رفتید که رفتارش بیش از متوسط مردم مزنون و مشکوکه و بنابراین اتفاقا این همون گرفتاری است که بنده همیشه حیرت میکنم که چرا فرض بفرمایید آدمی که سخت از عصبانیت بدش بیاد میره زن یا شوهر عصبانی میکنه، آدمی که سخت از خسیس بودن بدش میاد آخر کار به یه آدم خسیس برمیخوره و با اون ازدواج میکنه. اصلا این یکی از توضیحاتش رو میدونم ولی یه پرسشه ذهنی میتونه باشه و الان دقیقاً برای من هست. یعنی شما به نظر میرسه در حالی که آدمی هستید که میخواید مطمئن بشید، در این حال اصلا حاضر نیستید تاوتوی یه ماجرا رو در بیارید و هیچ کدوم از این حوادثی گفتید به نظر من اصلا این گونه برای من قابل قبول نیست. معناش نیست که ایشون دروغ گفتن، حتی اولین جمله هم که شما راجع به ایشون شروع کردید است که صادق و صمیمانه اومد. نه نبوده، برای که اگر صادق و صمیمانه بود تمام این داستانا رو از اول تا آخر برای شما تعریف میکرد. یعنی آقای هولاکویی، من خودم هم همین احساس رو میکنم، یعنی از اولش، یعنی چیزی که میخوام بگم خودشون یعنی اینطور بیان کردن که صادق و صمیمانه، ولی چیزایی هم که به من نشون دادن به نظر میومد که اوکی داره حقیق مثلا حرفاشو میزنه، چیزی رو قایم نمیکنه و خیلی خودش از
اینکه کسی بهش دروغ بگه بدش میاد، اوکی بدش میومد، یعنی فقط مسئله همیشه این بود که کسی من فقط دروغ نگه، من از دروغ آخه هیچ کدوم از این حرفا اصلا ادعای رو ثابت نمیکنه خانم. میتونم، ولی یه مسئله که هست اینه که حالا من احساس میکنم که خب یه مقدار خودم اشتباه کردم همونجور که شما فرمودین، ولی یه مسئله دیگه هم که هست اینه که من خیلی ناراحت شدم و اون اینه که ایشون به من گفتش که حالا که دوباره زنگ زدن به من گفتن که چیزه یه عکس برای من فرستادن، بعد دارن چه میگم خوشحال هستن، دارن مشروب میخورن یا هرچی. بعد گفتم خب این عکس رو کی گرفتی؟ گفتش که این عکس رو بعد از اینکه از کورت اومدم بیرون، به خاطری که دارم سلبریت میکنم که چیز مثلا جرمم تخفیف دادن یا هرچی. بعد من گفتم که من هیچی نگفتم، ولی تاریخی که ایشون این عکس رو گرفته همون تاریخی که ایشون با من قبل از اونش هم صحبت کرده بود و هیچ وقت به من نگفت که کارش درست شده. این گفتش که نه هنوز معلوم نیست و واسه همین من خیلی ناراحت شدم، یعنی به ایشون هنوز نگفتم ولی خیلی ناراحت شدم، گفتم که ایشون میدونست که من خیلی براشون ناراحت و وری هستم، یعنی انقدر انسانیت نداشته که به من بگه که اوکی کارش مثلا تا این حدش یه مقدار درست شده و حالا که دوباره شروع کرده برمیگرده به من میگه که فقط تو باید تراست بکنی. اصلا ببینید سرها، این همون حرف قبلیست که راجع اون پدر و مادر، اصلا ماجرای تراست، من به همه تراست دارم تا زمانی که خلافش رو ندیدم. و بعدم تراست در چه زمینه‌ای؟ بنده که در اتومبیل رو در خونه‌ام باز نمیذارم به مردم تراست کنم، من که این کارو نمیتونم بکنم تو این شهر. ماجرای تراست کردن معناش عبارت از این است که من در حدی اطمینان میکنم که با تو آشنا هستم، روابط رو میشناسم، تعهدا رو میدونم، متوجه هستم که چه ضرر و خطری میتونه منو تهدید کنه. من که سرم نمیتونه، نه من همچین تراستی ندارم. خیلی مشخص است من این پرسشا رو دارم، از تو پاسخش رو میخوام. و به نظر من شما، تکرار میکنم، عرض من مشخص بود، روزی شما میتونید به این آدم اطمینان کنید که تمام ماجرای زندگیشو به ویژه این 8-9 ماهی که با شما بوده رو از اول تا آخر با توضیح مشخص هر کدام از اینا برای شما توضیح بدن، و الا احتمال این که شما این که اینقدر حساسید و به نظر میرسه هستید با یک کسی ممکنه در ارتباط الان باشید که اصولا با پنهانکاری و بازی این کارو میکنه. مثلا وقتی یک کسی میگه من از دروغ خیلی بدم میاد، خیلی از اوقات راست میگه، خیلی از اوقات فقط به خاطر اینکه دروغگویی خودشو داره منعکس میکنه. بنابراین خودمونم یه پرسش جدی مطرحه. این است که و اصلا ماجرا این که تو به من اطمینان کن، به نظر من اصلا یه انتظار غلطی است از دیگری. من باید به گونه ای عمل کنم که دیگران به من اطمینان کنن، من که میتونم از دیگران بخوام به من اطمینان کنن. به همین جد است که من تو رادیو بگم لطفا به من اطمینان کنید، اصلا من باید در کلامم، در ارتباطم، در سخنم افراد رو به این نتیجه برسونم که میتونیم باور کنیم که این آدم آنچه رو که حس و احساس میکنه و فکر میکنه رو مطرح میکنه. درست و غلطش یه مسئله است، ولی این خودش همون، اگر این باور به وجود اومد مردم اطمینان میکنن، اطمینان میکنن به حرفی که من میزنم. این همون حرف ذهن من و دل من و عقل من و منطق من و استدلال منه. اینو اگر باور کردن درست و غلطش اصلا ماجرای دیگه است. به نظر من اطلاعات رو ایشون باید همه تمام و کمال از اول تا آخر داوطلبانه، به ویژه اونجایی که مخالف واقعا اصولی است که نباید انجام میدن انجام دادن. اگر برای شما روشن کردن مسئله اطمینان مطرحه، در غیر این صورت نه. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. پس شما میگین که من بهشون بگم که همه رو به من بگن از اول تا آخر، از اول تا آخر همه رو بدون هیچ قطعی و وصلی و هیچ گفتگویی، روز به روز، لحظه به لحظه، و هر پرسش شما رو پاسخ بدن و هر جا دلیل و سند و مدرکی احتیاج هست و شما میتونید بخواید یا وجود داره اونا رو به شما نشون بدن. این آزمون ایشونه، مثل کسی که امتحان میده، حالا میتونید بگید وکیل یا دکتره، اگر این امتحان رو ندن نخواهد بود. میتونم ازشون بپرسم مثلا بگم که خب این مدارک نشون بده که واقعا این مثلا مسئله براش پیش اومده؟ سرکار خانم من دقیقاً اینا رو به شما گفتم، دونه به دونه شون میگیرید و میبرید خونه و نگاه میکنید و لازم شد با یه وکیل صحبت میکنید. مرزم این است که شما نمیتونید با شک و تردید با هیچ کس زندگی کنید. شک و تردید انسان رو نابود میکنه. انسان بهتره حادثه بد رو بدونه تا مشکوک و نگرانش باشه. به هر حال تکلیف مشخصه. خیلی ممنون. تمنا میکنم. مرسی.